سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما به یکی دیگه از برنامه های خاطرات قتل خوش اومدید در این برنامه به راز قتل دختر نوجوان مقیم آلمان میپردازیم پرونده ی قتلی که در سال 1397 و در تهران اتفاق افتاد خاطر نشان میکنم تمامی مطالب این برنامه حقایق و شواهدیه که توسط بازپرسان و کاراگاهان این پرونده نقل شده و به احترام بازماندگان این قتل هیچ دخل و تصرفی در مطلب صورت نگرفته پس در ادامه برای بررسی این پرونده با ما همراه باشید اون روز بازپرس کیشی که قتل بودم از صبح چند تماس با موبایل مخصوص بازپرس ویژه قتل برقرار شده بود اما تمامی خبرهایی که اعلام شده بود مربوط به مرگ طبیعی افراد بود. مثل مردی که بر اثر سکته قلبی جان باخته بود و جوانی که قربانی تصادف رانندگی شده بود. تا اینکه حدود ساعت ده صبح زنگ تلفن به صدا درآمد و مرد جوانی که پشت خط بود خودش را مأمور یکی از کلانتری‌ها معرفی کرد و گفت دختر نوجوانی به نام روجین به طرز مرموزی جونش را از دست داده. تصورات لازم رو به مأمور کلانتری دادم و راهی محل حادثه شدیم. آپارتمانی 100 متری محل زندگی روجین بود. دختر نوجوان به همراه پدرش چند روز قبل برای دیدن اقوامشون از آلمان به تهران اومده بودن و محل سکونتشون هم متعلق به یکی از اقوامشون بود. خونه به هم ریخته بود و سه خشاب خالی قرص اعصاب در کنار جسد روجین دیده میشد. تحقیقات رو از پدر روژین کسی که موضوع مرگ اون رو به اورژانس و پلیس خبر داده بود آغاز کردم. مرد میان سال گفت آقای باسپورس من ایران زندگی نمی کنم. بیس سالیه که در آلمان زندگی می کنم و هر چند وقت یه بار برای دیدن اقوامم به ایران میام. من دو فرزند دارم. دختر بزرگم مدتی که از ما جدا شده و به تنهایی زندگی میکنه. اما روژین که دختری نوجوان بود پیش ما بود. از اونجا که روژین با مسئولان مدرسهش و همکلاسیهاش مشکل داشت با همسرم تصمیم گرفتیم که اونو برای مدتی به ایران بیارم. از اونجا که همسرم به خاطر کارش مجبور بود در آلمان بمونه من و روژین بیلیت گرفتیم و راهی ایران شدیم تا مدتی در اینجا بمونیم. روژین از اینکه به ایران اومده بودیم خیلی خوشحال بود. اون به طور کلی از زندگی در آلمان و تحصیل در مدرسه ناراحت بود. این قرصایی هم که کنار جسد دخترم پیدا شده برای منه. مدت هاست که دارو مصرف میکنم و تصور می کنم که دخترم به دلیل مشکلاتی که در آلمان داشت تصمیم به خودکشی گرفته و با برداشتن قرصای من اونا رو خورده و به زندگیش پایان داده. از مرد میان سال در رابطه با آخرین برخوردش با روژین پرسیدم و اون گفت دیشب خواهرم و بچه هاش تا ساعت دوازده شب اینجا بودن و بعد از رفتن اونها با روژین در رابطه با برگشتمون به آلمان صحبت کردم ولی اون به شدت مخالف بود بعد از اون هر دومون به اتاقمون رفتیم و خوابیدیم صبح ساعت نه وقتی وارد اتاق روژین شدم با جنازه اون مواجه شدم دستور پلمپ خونه رو صادر کردم و جسد هم برای کالبوچکافی به پزشکی قانونی انتقال داده شد روز بعد پزشکی قانونی اعلام کرد که مرگ دختر نوجوان به خاطر خوردن قرص نبوده و کبودی هایی زیر پوست دور دهانش و روی صورتش وجود داره. اعلام نظریه پزشکی قانونی باعث شد تا پدر روژین با قرار بازداشت روانه بازداشتگاه بشه. همزمان از مادر روژین خواستم تا به ایران بیاد و به محض رسیدن اون تحقیقات از اون رو شروع کردم. این زن گفت روژین در مدرسه پرخاشگری میکرد و همین مسئله باعث شد تا من و همسرم تصمیم بگیریم اونو به ایران بفرستیم تا شاید با تغییر آب و هوا وضعیت جسمی و روحی اون بهتر بشه. ازش پرسیدم آیا شما یا پدرش روژین و کتک می زدین؟ زن جوون سکوتی کرد و گفت من هرگز اونو کتک نزدم. پدرش چند باری از روی عصبانیت روژین و کتک زد اما این کتک ها شدید نبود و در حدود چند تا سیلی بود. از مادر روژین پرسیدم پزشکی قانونی وجود آثار کبودی روی صورت دخترتون رو اعلام کرده. آیا امکان دار این کبودی ها آثار کتک های شوهرتون باشه؟ زن میان سال گفت این امکان وجود داره. چون رفتار روژین ناراحت کننده بود و ممکن بود که همسرم و عصبانی کرده باشه. در حالی که بررسی ها در رابطه با این ماجرا ادامه داشت، متخصصان پزشکی قانونی علت اصلی مرگ رو اعلام کردند. دختر نوجوان خفه شده بود و این یعنی اون توسط فردی به قتل رسیده. همین مسئله باعث شد تا مجددا از پدر روژین تحقیق کنم، اما اون منکر جنایت بود. در حالی که بررسی ها در این رابطه ادامه داشت، نامه عجیبی به دستم رسید. نامه‌ای که راز این جنایت رو برملا می کرد. فرد ناشناسی در این نامه نوشته بود پدر روژین سابقه ضرب و جرح فرزندان خودش رو داره و دختر دیگه اون هم که بارها از سوی پدر مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود با رأی دادگاه خونه ای جدا گرفته و به دور از اونها زندگی میکنه. معلوم نبود نامه رو چه کسی فرستاده. اما اگر محتویات اون صحت داشت انگیزه این جنایت رو برملا می کرد. اما این احتمال هم وجود داشت که فرستنده اون قصد داشته برای پدر روژین درد سر به وجود بیاره. پس باید این موضوع رو بررسی می کردم. برای بررسی صحت و سغم نامه مادر روژین رو به دادسرا احضار کردم و در رابطه با نامه ازش پرسیدم. زن میان سال گفت برام خیلی جالبه و دوست دارم بدونم چه کسی این نامه رو نوشته. اما چیزی که مهمه اطلاعاتیه که داخل نامه نوشته شده. اینطور که از نامه مشخص میشه فرد ناشناس اطلاعات زیادی از زندگی ما داشته. آقای باسپورس همسرم دست بزن داره و بارها دخترامو کتک زده. اما من به خاطر حفظ زندگیمون دلم نمیخواست از این موضوع با شما حرفی بزنم. روژین از آلمان بدش میومد. اما دلیل اون به خاطر رفتارای بد پدرش بود. رفتارای اون باعث تغییر رفتار دخترم تو مدرسه شده بود و معلمای مدرسه هم مدام بهش گوش زد می کردن. در مدتی که شوهرم و روژین به ایران اومده بودن، روژین چند باری به من زنگ زد و گفت نمی خواد با پدرش به آلمان برگرده. اما پدرش اصرار به این بازگشت داره. شوهرم مرد بد اخلاقی بود و حرف هیچ کسی رو قبول نمی کرد. روژین این اواخر تهدید به خودکشی کرده بود تا خودش را از دست پدرش نجات بده اما اون دختر ترسویی بود و مطمئنم که این کارو نکرده با توجه به صحبت های مادر روژین و نامه ی فرد ناشناس برای چندمین بار از پدر روژین تحقیق کردم مرد میان سال باز هم منکر جنایت بود اما زمانی که بهش در مورد نامه گفتم و به دروغ هم بهش گفتم که ما شاهد هم داریم که صدای شما را شنیده مرد میان سال دست و پاشو گم کرد و به قتل دخترش اعتراف کرد و گفت حق با شماست من سابقه بدرفتاری با فرزندامو دارم حتی بارها اونا رو کتک زدم و دختر بزرگم با رأی دادگاه از ما جدا شد و خونه مستقل گرفت اما حساسیت بیش از حد مسئولان مدرسه در آلمان این مسئله رو تشدید کرد و اونها با کوچکترین تنبیه بدنی از من توضیح میخواستن. برای همین بود که هرسم میگرفت و رفتارم با دختران بدتر میشد. همینو هم باعث شد که دخترم رفتارش تغییر کنه و از مدرسه بیزار بشه. رفتارای بد روژین تو مدرسه به حدی بود که با مادرش تصمیم گرفتیم اونو برای مدتی به ایران بیاریم تا کمی حالش بهتر بشه و واقعا این اومدن ما برای روحیه اون خیلی عالی بود. شب حادثه خواهرم و بچه‌هاش خونه ما مهمون بودن. تا زمانی که اونها تو خونه بودن همه چیز به خوبی پیش میرفت. ساعت حدود سی دقیقه بامداد بود که مهمونا رفتن. روژین برای خواب به اتاقش رفت و منم داخل پذیرایی نشسته بودم و به رفتارای روژین فکر می کردم. در یک لحظه به ذهنم خطور کرد که به سراغش برم و آخرین حرفامو بهش بزنم. دیدم چراغ اتاقش روشنه و برای همین وارد اتاق روژین شدم. بهش گفتم که میخوام صحبت کنیم. اما روژین شروع به پرخاشگری کرد و دوباره درگیری لفظی بین ما شروع شد. اون نمیخواست به آلمان بیاد. ولی من کار و زندگی اونجا بود و هر روز تأخیر باعث میشد تا ضرر مالی زیادی متحمل بشم. اون بلند بلند داد میزد و با عصبانیت از اینکه هرگز به آلمان برنمیگرده میگفت. عصبانی شده بودم. به طرفش رفتم و جلوی دهنشو گرفتم. اون تلاش میکرد تا اونو ولش کنم ولی من بهش توجهی نکردم. بعد از چند ثانیه یا نمیدونم چقدر گذشت متوجه شدم که اون حرکتی نمیکنه و با این تصور که آروم شده دستمو از روی دهنش برداشتم و به اتاق خوابم رفتم. ساعت هشت صبح بود که از خواب بیدار شدم و به سراغ روجین رفتم. صورتش کبود شده بود. نفس نمی کشید. خیلی ترسیده بودم. نمیدونستم چیکار کار باید بکنم. من دخترم رو کشته بودم. به ذهنم رسید صحنه سازی کنم. اول میخواستم خواستم موضوع به گونه ای جلوه بدم که بگم اون خودکشی کرده. برای همین تصمیم گرفتم طوری وانمود کنم که دیگران فکر کنن اون با خوردن قرص خودکشی کرده. این بود که از داروهایی که مصرف می کردم استفاده کردم. قرصها رو خالی کردم و اونها رو بیرون ریختم و بعد بسته قرصا رو در کنار جسد دخترم گذاشتم. بعد از اونم با اورژانس تماس گرفتم و موضوع گفتم. اونا توصیهایی کردن که تا رسیدنشون انجام بدم. اما چون میدونستم دخترم ساعتها پیش مرده هیچ اقدامی نکردم و منتظر اونها موندم. زمانی که اومدن مرگ دخترم رو تایید کردن و با شما تماس گرفتن. من با این باور که مرگ دخترم خودکشی اعلام میشه و میتونم از اتهام قتل عمد تبرئه بشم و به زودی به آلمان برگردم این حرفا رو گفتم باور کنید که قصد من کشتن روژین نبود از شدت عصبانیت این کار انجام دادم با اعتراف پدر روژین اون به بازسازی صحنه قتل پرداخت از اونجا که متهم پدر مقتول بود به قصاص محکوم نشد اما دادگاه اون رو به ده سال حبس و سه سال تبعید محکوم کرد مدتی بعد از این ماجرا موضوع قتل روژین از سوی مسئولان مدرسه به دولت آلمان گزارش و باز شد تا اون از خاک آلمان اخراج بشه. پدر روژین تمامی اموال و ثروتش رو در اون کشور متمرکز کرده بود و اخراج اون از آلمان نوعی اعدام مالی براش محسوب می شد. به این ترتیب این پرونده هم بسته شد. اما چیزی که در این پرونده هرگز برملا نشد شناسایی هویت فرستنده نامه مرموز بود. نامه‌ای که به کمک اون موفق شدم راز این جنایت خاموش رو برملا کنم. حالا یه سال. به نظرتون اگر پدر روژین این قتل رو در آلمان مرتکب شده بود چه حکمی از قضات اون کشور دریافت می کرد؟ برای بررسی راز قتل زن ای در کرج بهتون پیشنهاد می کنم حتما این برنامه رو ببینید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم پیروز و شاد باشید